سلام بچه خوب، خیلی ممنون که برگشتین. دوباره میخوام با هم دیگه یه قصه بخونیم. امروز میخوایم یه قصه بخونیم درباره یه دختر کوچولو و سه تا خرس که توی جنگل زندگی میکردن. اسم این کتاب هست سه تا خرس و نویسنده این قصه هستش پال گالدونی. توی این قصه ما با سه تا خرس آشنا میشیم، یه خرس کوچولو، یه خرس متوسط و یه خرس بزرگ. این سه تا خرس کاسه دارن که باش غذا بخورن، یه کاسه کوچولو، یه کاسه متوسط، یه کاسه بزرگ. این سه تا خرس صندلی دارن که روش میشینن، یه صندلی کوچیک، یه صندلی متوسط، یه صندلی بزرگ. تخت دارن که رو تختشون میخوابن، یه تخت کوچیک، یه تخت متوسط و یه تخت بزرگ. اتفاقای مختلفی تو این قصه میفته وقتی یه دختر کوچولو به نام گولدی لاکس میره توی جنگل. یه روز که داره راه میره به خونه این سه تا خرسا میرسه و میبینه که در خونهشون بسته نیست و این دختر کوچولو میره توی خونهشون. ببینیم چه اتفاقی میفته توی این قصه ما. خب کتاب بزرگمون رو باز کنیم. خب توی این قصه بچه ها ببینین توی جنگل هستیم. یه جنگل. آه خرسا دارن دم خونهشون بازی میکنن توی جنگل. چه جنگل زیبایی هم هست. روز قشنگیه. آسمان سفید. ببینیم چه اتفاقی میفته. یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود سه تا خرس زندگی میکردن با هم دیگه توی خونه که با هم ساخته بودن. خرس کوچیکی بود، یه دونه از خرسا متوسط بود، یه دونه از خرسا بزرگ بود. این سه تا خرس سه تا هم کاسه داشتن که باشون غذا بخورن. یکیشون کوچیک بود، یکیشون متوسط بود، یکیشونم خیلی بزرگ بود. کوچیکه برای بچه خرسه بود، متوسطه برای مامانه بود و کاسه بزرگه برای بابا خرسه بود. این سه تا خرس هر سه تاشونم صندلی داشتن. خرس کوچیکه صندلی کوچیکه رو داشت، خرس متوسطه صندلی متوسط رو داشت، خرس بزرگه صندلی بزرگ رو داشت. و هر کدوم از این خرسا تخت هم داشتن برای خودشون. خرس کوچیکه تخت کوچیک داشت، خرس متوسطه تخت متوسط داشت و خرس بزرگه تخت بزرگی داشت. یه روز صبح این ستا خرسا بزرگ شدن برای خودشون، بیدار شدن و میخواستن که صبحونه بخورن، ولی صبحونه که درست کردن دیدن خیلی خیلی داغه. گفتن خب پس این صبحونه همونو یه ذره بذاریم خنک بشه. بچه بیاییم بریم بیرون یه ذره راه بریم تا برگردیم غذامون خنک شده، حاضره که صبحونه همونو با هم بخوریم. بنابراین از خونه شون رفتن بیرون که صبحونه شون خنک بشه تا برگردن. ببینیم چی میشه. وقتی که اینا رفتن یه دختر کوچیکی به نام گولدی لاکس اومد دم خونهشون. اومده بود گل بکنه از توی جنگل برای مامانش ببره. اول این دختر تو پنجره نگاه کرد، چیزی رو ندید. بعد یه سوراخ توی چوب بود، سعی کرد نگاه بکنه تو در ببینه کسی رو میتونه ببینه. دید کسی رو نمیبینه، هیچکی رو ندید. بنابراین در آواز کرد که بره تو.
خرسا در رو قفل نکرده بودن چون که قرار بود برگردن صبحونه‌شون رو بخورن، یادتونه؟ گولدیلاکس رفت تو در رو واس کرد و تو دید چه بوی خوبی میاد، سه تا کاسه رو دید روی میز، گفت به 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 چه بوی خوبی میاد اینجا. کار درستی نکرد ولی رفت سر کاسه کسای دیگه که ببینه چه غذایی رو میزه. ببینین رفت سر میز غذاها رو داره نگاه میکنه بگه کدوم رو بخورم. اول گولدیلاکس از کاسه بزرگی یه قاشق برداشت غذا بخوره، دید خیلی داغه سوختش، اوه، رفت از کاسه متوسطه یه قاشق برداشت که بخوره، دید خیلی سرده، سرد شده بود دیگه. رفت کاسه کوچیکه رو برداشت که ازش صبونه بخوره یه قاشق، دید عالی بودش، خوشمزه، نه زیادی سرد نه زیادی گرم، عالی عالی بود. بنابراین انقدر خوشمزه بود زود همشو خورد گولدیلاکس، تموم کرد. بعد از اینکه غذاشو خورد رفت توی اتاق دیگه ببینه دیگه چی هستش توی اون خونه. سه تا صندلی دیدش گولدیلاکس، رفت اول رو صندلی بزرگی که بشینه ولی دید که خیلی سفته، اصلا راحت نبود روش بشینه، بنابراین اومد پایین. رفت روی صندلی متوسطه، دید که زیادی نرمه داره اذیتش میکنه، از اون صندلی هم اومد پایین. رفت روی صندلی کوچیکه نشستید، نه زیادی سفته نه زیادی نرمه، عالی بودش، درست همونی که میخواستش، بنابراین همینطوری شروع کرد باش تکون خوردن و جلو عقب رفت. یک دفعه این صندلی افتاد و شکست، گولدیلاکس افتاد رو زمین، نمیدونست چیکار بکنه. بلند شد وایساد رفت بقیه خونه رو ببینه دیگه چی هستش دور و برش. رفت طبقه بالا توی خونه، دید سه تا تخت هستن، یک دو سه. رفت تو تخت بزرگی که مال بابا خرسه بودش روش بخوابه ولی دیدش که خیلی ناراحته. رفت توی متوسط تخت بخوابه، دید بازم ناراحته، پاش اذیت میشد اینجا، اینجا سرش ناراحت بود اینجا پاش ناراحت بود. رفت رو تخت کوچیکه بخوابه، دید نه سرش اذیت میشه نه پاهاش اذیت میشن، خیلی خوشش اومد، راحت راحت بود. بنابراین پتو رو کشید رو خودش، سرش رو گذاشت رو بالش، برا خودش خوابید. علی بچه در این زمان خرسا برگشتن از راهشون که رفته بودن، گفتن که خب الان دیگه صبحونمون خنک شده، قشنگ میتونیم بریم به صبحونمون برسیم. بابا خرسه که اومد تو زود کاسه‌ش رو دید و فهمید که یه کسی به غذاش دست زده، گفتش کسی از غذای من خورده، با صدای بلند نگفت، عصبانی بود. خرسه که مادر بود دید قاشقش هم کسی دست زده، گفت کسی غذای منم دست زده، اونم عصبانی شد، نمیدونست چه اتفاقی افتاده بود. بچه خرسه بشقابش رو نگاه کرد و دیدش که وای کاسش خالیه خالیه، گفت یه کسی نه تنها دست زده به غذای من، تمام غذامو خورده و تموم کرده. آخه حیوانکی. هر سه تا خرسه از اون اتاق در اومدن بیرون ببینم بقیه خونهشون چه خبره. بابا خرسه دید که رو صندلیش متکایی که بودش، بالشی که بود که رو صندلیش خراب شده، گفت کسی تو این صندلی من اومده نشسته. بعد ما
مادر خرسه، ببخشید این کتاب من خیلی بزرگه و یه ذره سخته کاغذش رو برگردنم، ولی میتونم انجام بدم. اوکی، خب بعد مادر خرسه اومد صندلیش رو نگاه بکنه، گفت وای یه کسی اومده رو صندلی منم نشسته، خراب شده این متکاش اینجا. اونم هپی نبود، خوشحال نبود که این اتفاق افتاده بود. بچه خرسه اومد سر صندلیش نگاه کنه، گفت نه تنها کسی اومده رو صندلی من نشسته، ولی صندلی منو شیکونده. خیلی هم ناراحت بود. این سه تا خرس نمیدونستن چی کار کنن، از اتاق اومدن بیرون، رفتن تو بقیه خونه نگاه بکنن ببینن کی اومده تو خونهشون. بابا خرسه رفت تختش رو نگاه بکنه، گفت آه یه کسی رو تخت من اومده خوابیده اینجا، خراب شده تخت من، کسی رو تختم بوده. مادر خرسه رفتش که تختش رو نگاه کرد، گفتش وای یه کسی رو تخت منم اومده خوابیده، خراب کردن تخت منو، کی اومده این کارو بکنه؟ مادر پدر خرسه رفتن به سراغ بچهشون که دم تخت خودش وایساده بود و گفتش وای یه کسی توی تخت منم اومده و هنوز تو تخت من خوابیده. و در همون لحظه دختر خانم گولدی لاکس یه دونه از چشاشو باز کرد، دید سه تا خرس سر وایسادن دم تخت، انقدر ترسید تو همون لحظه پرید از تخت بیرون و از خونه از یه دونه پنجره زد بیرون. از خرسا میترسید. اینجا قیافش رو ببینین چقدر ترسیده قیافش. از خرسا ترسیده، ولی خب خرسا هم کاری نکردن، ولی گولدی لاکس ترسیده بود چون که خرس بودن. از پنجره ببینین بچه پرید بیرون و هیشکی دیگه گولدی لاکس این طرفای خونه خرسا ندید. برگشت رفت پیش فامیلشون، پیش فامیل خودش باشه، این طرفای جنگل هم دیگه تنها نیومد. و خرسا بعد از اون هیچ وقت دیگه گولدی لاکس رو ندیدن و اون روز برگشتن سر میز برای بچهشون دوباره غذا کشیدن توی کاسه، نشستن با هم دیگه و خرس کوچولو نشست رو پای مامانش، چون که یادتونه صندلی شکسته بود درسته؟ باباش بستی براش صندلی دیگه بسازه. بنابراین نشستن صبحونه‌شون رو خوردن و بقیه روز بابا خرسه برای بچهش صندلیشو درست کرد، تختاشون رو دوباره درست کردن و با هم دیگه خوشحال و خوش زندگی کردن. اینم آخر قصه ما بود که خرسا با هم دیگه هستن و گولدی لاکس خانم هم برمیگرده پیش فامیل خودش. امیدوارم از این قصه هم خوشتون اومده بود و برگردین بازم با هم دیگه قصه بخونیم. من آرزو هستم، امیدوارم روز خوبی داشته باشین و به زودی دوباره ببینمتون. خداحافظ.